پی مال و زری. سرمایه تو در این جهان یک کفن است، آن هم به گمانم ببری یا نبری. با تشکر از استاد سفرآور و در این لحظه از برنامه گوش فرا می‌دهیم به سرودی که نونهاران حفاظ حوزه علمی اهل سنت گالیکش برای ما مهیا کردند. تا تشریف آوری این نونهاران، صلواتی با آواز بلند و محمدی بفرستید. خطای مسئول نبی شهره که به شعوری دادی می دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، صدق الله العظیم. ای قرآن، ای چشمه ایتنا و نوا فرینش، ای حق با نور تجلی بخشد و مال تاریکی ها را از دلهای من زودی و با شمشیر برانت بر ظالمان ستمگران زمان تاختی و تخم امید را در دل مظلوم و ستمگران زمان کاشتی. اکنون بر ماست که آیه های فروزان نعمتت را بر جوش من حمل کرده و پیغام جاویدانت رفته ها مانا نجات را برای من بر مقام می آورد، به گوش جان و جانیان برسانیم و شاهد نعمت بزرگی باشیم که آن را مردان خدا با ارادهای فولادی نشان به دست آورده. بلبل به گناه گل به گلستان مزه دارد، بلبل به گناه گل به گلستان مزه دارد، از کل جان خواندن قرآن مزه دارد. بلبل به چمن ناله کن از شام و سحرگاه، بلبل به چمن ناله کن از شام و سحرگاه، در وقت سحر خواندن قرآن مزه دارد، در وقت سحر خواندن قرآن مزه دارد. بلبل به گناه گل به گلستان مزه دارد، بلبل به گناه گل به گلستان مزه دارد، از کل جهان خواندن قرآن مزه دارد. بلبل به چمن ناله کند شام و سحرگاه، بلبل به چمن ناله کند شام و سحرگاه، در وقت
سنت دانیکش. بله اگر ما به قرآن عمل بکنیم، اگر قدر قرآن را بفهمیم و بدانیم، یقیناً قرآن و دستورات قرآن مانند تابلوهای شبرنگی هستند که مسیر زندگی را برای ما تعیین می کنند. وجود ما انسان ها یا بهتر بگیم مسلمان ها مانند قفسی در باز هست. بیایید به فرزندان خودمان بفهمانیم و این یقین و باور را در قلوب اونها جایگزین بکنیم که مبادا در این قفس در باز مرغی غیر از مرغ عشق الهی و قرآن و اسلام داخل بشود. وجود ما مانند لیوانی است خالی. بیایید به جای شراب و عرقی که الله جل جلاله آن را ملعون و مکروه قرار داده و لعنت فرستاده انسانی که چنین کاری بکند، به جای آن شراب محبت و عشق الهی و قرآن مجید را در آن جای بدهیم. امروزه میبینیم متاسفانه اوضاع مسلمین را بر اثر عدم عمل بر قرآن، مسیحا خوب تلاوت میکنند، مسیحا خوب تلاوت میکنند، عربها قرآن ها را به خوبی چاپ میکنند، ما ایرانی ها هم که به خوبی الله الله میگوییم وقتی قاری مصری یا دیگر قاری تلاوت میکنند، اما عمل را امروز دارد اروپایی ها میکنند عمل قرآن را. پس بیایید قدر قرآن را بدانیم و حفاظت کنیم از قرآن با عمل و یادگیری و یاد دادن قرآن مجید.